بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم برنامه بینش و پرسش، سلام علیکم و رحمت الله و برکات. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه اعلام کرده است که حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، با هیئت همراهش با مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان دیدار کرده است. در خبرنامه وزارت دفاع ملی کشور آمده که دو طرف در این دیدار در مورد تحکیم روابط دوستانه، حسن همجواری، تجارت، همکاری های سرحدی و مسائل مهاجران افغان گفتگو و بر آمادگی دو کشور به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف تاکید کردند. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیش از این نیز با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرا دیدار کرده و دو طرف روی مسائل مختلف از جمله تکمیل نمودن پروژه های نیمه تمام در افغانستان از سوی ایران، توسعه بندر چابهار، روابط حسنه و تداوم تفاهمنامه انجام شده در خصوص انتقال زندانیان افغان از ایران گفتگو کرده بودند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش یک خبرنامه اعلام کرده است که حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، و هیئت همراهش با مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان دیدار کرده است. دو طرف در این دیدار در مورد تحکیم روابط دوستانه، حسن همجواری، تجارت، همکاری های سرحدی و مسائل مهاجران افغان گفتگو و بر آمادگی دو کشور به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف تاکید نیز کردند. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی، در دفتر کاری خود با آقای حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، و هیئت همراهی وی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست دو طرف درباره تحکیم روابط دوستانه، حسن همجواری، تجارت، همکاری های سرحدی و مسائل مهاجرین افغان بحث و تبادل نظر نمودند و بر آمادگی خود برای گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف تاکید کردند. در همین حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که تقویت روابط میان کابل و تهران می تواند به نفع دولت و ملت های دو کشور همسایه و مسلمان باشد. محمد یاسین عبیب، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید دو کشور می تواند با تقویت همکاری های دو جانبه خود در بخش های مختلف به صلح و ثبات منطقوی نیز کمک نمایند. امارت اسلامی آماده است با کشور دوست همسایه ایران در مورد برقراری مناسبات تجارتی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همکاری های داشته باشند، داد و ستد های داشته باشند که این همکاری ها به نفع مردمان هر دو کشور هست. در کنار این، محمد شفیق اقبال، کارشناس سیاسی، همکاری های همه جانبه میان کابل و تهران را ضروری خوانده، چنین میگوید: رابط ما با این کشور خوب پنداشته میشه و با امید از اینکه رابط بیشتر توسعه پیدا کنه و کمک های خود را به افغانستان از هر نگاه ما بیشتر کنه تا اقتصاد و صنعت ما به پا استاد شود. حرف خوب است، ما از او استقبال میکنیم. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان پیش از این نیز با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا دیدار کرده و دو طرف روی مسائل مختلف از جمله تکمیل نمودن پروژه های نیمه تمام در افغانستان از سوی ایران، توسعه بندر چابهار، روابط حسنه و تداوم تفاهم انجام شده در خصوص انتقال زندانیان افغان از ایران بحث و تبادل نظر کرده بودند. برای تحلیل بیشتر این موضوع بیشتر بحث میکنیم با محترم عبدالجبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن با ما وصل هستند. اکبری صاحب سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید. تشکر، سلامت باشه. سلام بر شما، سلام بر همه شنوندگان خوب رادیو وزین ملی. تشکر اکبری صاحب. دیدارهای نماینده ویژه ایران با مقامات امارات اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب به جای شک نیست، ثبات افغانستان، ثبات منطقه جهان است. ایران و افغانستان دو کشوری هستند که هم از لحاظ تعلقات مشترک مذهبی، زبانی و خواستهای امنیتی اقتصادی با همدیگر پیوسته شریک بودند. همچنان ایران و افغانستان دو کشوری هستند که مرزهای مشترک دارند. هر قدر روی تقویت روابط افغانستان و ایران کار شود و روی حراست از مرزها با افغانستان و ایران اطمینان خاطر داده شود، من فکر میکنم که روی تقویت و روی گسترش روابط سیاسی اقتصادی میتونه تبعات مثبت داشته باشه. به اون اساس من فکر میکنم که این دیدار با این دیدبازی ها میتونه که
روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روی ترانزیت، همانطور حمایت از مرزهای افغانستان و مهاجرینی که فعلا به ایران هستند، گاهی اوقات از طرف مقامات ایرانی اینا حد که حرمت میشن. ما فکر میکنم که روی مسائل بیشتر اگر فوکس شد و روی نقاط اختلافی و نقاط اشتراکی و روی وضعیت کنونی افغانستان با جانب ایران صحبت شود، این یک امری است که هم به نفع ایران است و هم به نفع افغانستان است و دو طرف میتونن که در خصوص وضعیت اقتصادیشان بیشتر تلاش بورزند و از مرزهایشان حراست و صیانت داشته باشند. بله، حالا چگونه دیدار نماینده ویژه ایران با مقامات امارت اسلامی میتواند به تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور کمک بکند؟ خب ما فکر میکنم ایران یکی از قدرت‌های برتر منطقه‌ای است و اولا پس از سقوط جمهوریت و آمدن امارت اسلامی یگانه کشوری که سفارت خود را به کابل باز کرد ایران بود و سفارت افغانستان به تهران باز شد و دو طرف روی همکاری اقتصادی کار کردند. این دید و بازدید ما فکر میکنم که روی روابط و تقویت روابط و همچنان همگرایی منطقه‌ای میتونه که نقش بسزا داشته باشه، مشروط به اینکه حاکمان ایران درک کنند که بدون افغانستان ناتکمیل هستند و بپذیرند که اگر امروز مردم افغانستان مهاجر است به داخل ایران، خب حتما یک مجبوریت دیگر است که اونجا هستند. به او اساس همگرایی منطقه‌ای، اتصال منطقه‌ای و ترانزیت ایران و افغانستان ای روی گسترش همکاری های دو جانبه میتونن که تبعات مثبت داشته باشند و دو طرف میتونن که روی خواسته‌ها و نیازهای امنیتیشان کار کنند و دو کشور بتونن که در طویل المدت از لحاظ اقتصادی، سیاسی، تجاری گام‌های مؤثر و گام‌های مثبت بردارند. بله، تشکر. اکبریز پیشتر به موضوع مهاجرین افغان اشاره کردین. این دیدارها چی نقش در بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران ایفا خواهد کرد؟ خب من فکر میکنم که اگر اطمینان خاطر داده شود از طرف مقامات امارت اسلامی به تهران و به تهران فرمانده شود که افغانستان با ایران زبان مشترک داره، افغانستان با تهران یعنی تاریخ سیاسی طویل مدت دارن و به طرف بدون هم دیگر ناتکمیل هستند و از جانب ایران اطمینان حاصل شود که دیگر با مهاجرین افغانستان حد حرمت نمیشه، به ایجادی صورت نمیگیره و نظر به کنوانسیون ها و نظر به حق و حقوقی ادبا این مسائلی است که باید در این روزها روی صحبت شد با نمایندگان ایران، همچنان با سفیر تهران به کابل. یعنی این خودش میتونه که یک جرقه یا یک روزنه ای باشه برای همه مردم افغانستان که ملت افغانستان به این درک برسن که واقعا ایران میتونه که در شرایط سخت طاقت فرسا دست افغانستان رو بگیره و مردم افغانستان اینا بپذیرن، چون اگر مردم افغانستان یعنی مجبور نمی بود، چالش نمی بود از لحاظ اقتصادی، هیچ کسی دوست نداشت که به کشور همسایه مهاجر شد و اونجا بی حرمت شد و اونجا یعنی حقوق و حقش نقص شد. با او اساس من فکر می کنم که فعلا شرایطش هست که مقامات امارت اسلامی باید با ایران، بلخص وزارت مهاجرین امارت اسلامی با وزارت مهاجرین تهران باید بشینن صحبت کنن روی یک پلتفرم، روی یک چارچوبی که نقل حق و حقوق مهاجرین نقض نشه. ما دیگر شاهدی نباشیم که در مرزهای ایران افغانستان مهاجرین ما اونجا سلاخی شون یا ای که اونا بی حرمت شون. با این اساس دو طرف روی همگرایی منطقوی، دو طرف روی گسترش روابط شد هر قدر تهران و کابل روابطشان مستحکم شد، من فکر میکنم که ای خودش میتونه یک در خصوص الگو سازی برای سایر کشورها باشه و اکثر کشورهای دیگه هم میتونه که با افغانستان یعنی روی روابطشان تقویت ببخشند و اینا یعنی اطمینان خاطر حاصل کنند از لحاظ امنیتی، استخباراتی، اقتصادی. با این اساس یعنی موارد اگر رویش بیشتر فوکس شود و از طرف مقامات ایرانی اطمینان حاصل شود که دیگر اینا با مهاجرین ما یعنی بی حرمتی نمیکنند، میتونه که روی اتصال دو کشور، روی تقویت روابط تهران و کابل میتونه که یک گام عملی و یک گام مستر باشه. بله، اکبریز، ایران همواره مهاجرین افغان را به گونه اجبار از کشورش بیرون کرده و بعضن هم مهاجرینی بودند که به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشت نمودند. چی فکر میکنین؟ آیا برنامه مشترک برای تسهیل بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان و حمایت از آنها در افغانستان وجود داره یا خیر؟ خب ما فکر میکنم که مهاجر افغان دوست نداره که به کشور دیگر یعنی دائم مقام یا بر همیشه اونجا باشه، هر کس دوست داره که وطنش برگرده، ولی نظر به شرایط در وضعیت اقتصادی است.
به اساس هر کشور یعنی تلاش میکنه که مثلا برنامه خروج ماشین رو دست بگیره، ولی این باید به شکل تدریجی باشه، به شکل یکبارگی نباشه که مثلا امروز مردم افغانستان اکثرا به کشورهای همسایه اونجا تجارت دارن، کاروبار دارن، اونجا بزنس دارن، هر کدامشان خانه دارن و یعنی به یکبارگی کشیدن از واقع واقعیت غیر ممکن است، جبر زمان است. او اساس هر چیز باید طبق یک تقسیم اوقات، طبق یک اصولنامه باشه که هم ماشین ضرر نکنن و هم حکومت افغانستان لقل آسیب از طرف حکومتی هم سایه نبینه. یعنی حسی همجواری باید حس شد و احترام متقابل حس باشه و من فکر میکنم که بازایستایست خود افغانهایی که به کشورهای همسایه مهاجر هستن اینا دوست دارن که دوباره به وطنشان برگردن، بیان دوباره به خانه و کاشانیشان. البته با مسائل شدن شرایط اقتصادی، وضعیت کاری افغانستان و بعض مسائل دیگه. تشکر. اکبر صاحب، چه فرصت‌های جدیدی برای توسعه تجارت و تبادلات اقتصادی میان ایران و افغانستان در نتیجه این گفتگوها ایجاد می‌شود؟ من فکر می‌کنم که دو کشور در گذشته برنامه اقتصادی خوب داشتند، یعنی مرز مشترک داشتند. در شبه‌های یکی از برادر بزرگی است که افغانستان با ایران وصل کرده است و از اونجا محمول‌های تجارتی به داخل خاک افغانستان آورده میشه و همانطور بعض فرآورده‌های زراعتی که از افغانستان به طرف ایران یعنی ادخال داده میشه. یعنی می خودش میتونه که یک برنامه اقتصادی فرانی باشه برای ایران و افغانستان و دو طرف باید به این درک باشن که ثبات خود در ثبات اقتصادیشان ببینن و دو طرف خوش کنن که یعنی مزهایشان برای هم دیگر باز باشته باشن. هر قدر اتصال منطقوی یا یعنی روی نقاط اقتصادی بیشتر ایران تمرکز داشته باشن، من فکر میکنم که بنفع ایران است. روز اکثرا اجناس و اقلام ایران به داخل افغانستان میایید، خودش از لحاظ اقتصادی یک ارزش بسیار بزرگ است برای جانب ایران و ایران باید درک بکنه شرایط فعلی افغانستان و مردم افغانستان و همیشه باید بنادر خود برای افغانها باز کنه، بلکه از بنادر تجاری خود برای که افغانها بتونن ترانزیت داشته باشن، تجارت داشته باشن. من فکر میکنم که این به نفع افغانستان است، هم به نفع ایران است. هر قدر تنش ها میان ایران و افغانستان شدت بگیره، من فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی هم ایران یک ضربه میبینه و یک فضای ناامیدی یا فضای اعتمادی میان دو طرف ایجاد میشه. به او اساس باید ایرانی ها به همو حس همجواری خود در قبال افغانستان نشان بدن، یعنی تلاش کنم که تسکیل مردم افغانستان باشن. بله، اکبر صاحب پیشتر در مورد همکاری های مرزی صحبت کردین. آیا دیدارها می تواند زمینه ساز توافقات جدید در حوزه های همکاری امنیتی و مرزی میان ایران و افغانستان باشه؟ بدون تردید هر قدر دید بازدیدها بیشتر شود، هر قدر دو طرف از همدیگر اطمینان خاطر بگیرند، من فکر میکنم که خودش یک زمینه ساز به این میشه که دیگه کشورام بتونن به افغانستان یعنی تعامل در به تعامل باز کنند و بیان با امارات اسلامی دید بازدید داشته باشند. در صورتی که کشورهای همسایه باید به این درک برسند که بدون افغانستان ناتکمیل هستند، چون افغانستان یک موقعیت اساس جیوپولیتیکی است، یک موقعیت اساس جی اکانومیک است و این میتونه که بنفع منطقه و بنفع کشورهای همسایه باشد. به او اساس باید کشورهای همسایه بلخص ایران، پاکستان و سایر کشورهایی که هممرز با افغانستان هستند باید درک داشته باشند که افغانستان میتونه که یک گذرگاه خوب اقتصادی بمونه باشه و از لحاظ سیاسی از لحاظ امنیت یعنی بتونه که با اونا همگام و همسو باشه. این میتونه که به نفع طرفین باشه و اینمی هم سبب میشه که زمینه تعامل بیشتر باز شود و سایر کشورها بتونن که با امارات اسلامی دید بازی داشته باشد، یک همگرایی منطقوی شکل بگیره تا اینکه حداقل شورا نسبت به افغانستان باورمند شود، فضای امید ایجاد شود، فضای کاربار ایجاد شود میان طرفین از لحاظ سیاسی اقتصادی و اینمی هم سبب شود که باز کشورها آماده شوند امارات اسلامی در رسمیت بشناسند. تشکر. شنونده های محترم، ادامه بحث ما را بعد از یک وقفه کوتاه بشنوید. زلور دیرش 34 زلور دیرش زلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولین سره خبر اتری در برنامه 34 زلور دیرش پروانه و زلور دیرش پروانه کی
بازم خوش آمدین به ادامه برنامه بینش و پرسش. اکبری سپ، نقش این دیدارها در ارتقای همکاری های دو جانبه در زمینه مدیریت منابع مشترک طبیعی مانند آب چی است؟ من فکر میکنم که وقتی مقامات ایرانی با امارات اسلامی دیدو بازدید میکنن، طبیعتاً روی بعض مسائل اینا صحبت میکنن که به نفع طرفین باشه، از جمله مسئله حقابه و بعض چالش هایی که بیان طرفین پابرجا بوده است. من فکر میکنم که این دیدارها میتونه که روی چالش های یا مشکلات حقابی ایران که بارها ایران ادعا کرده است که باید آب کرمان باید به سوی سیستان و بلوچستان باید آزاد باشد ما از آن استفاده داشته باشیم. چیزی که امارات اسلامی بارها گفته است که نظر به موضوعهایی که میان طرفین امضا شده بود گفته در صورتی که افغانستان اگر از نیازهای خودش آب به اصطلاح بیشتر باشه این مشکل حل بوده، در صورتی که افغانستان خودش به آب نیاز داشته باشه من فکر میکنم که باز اینجا نیاز است که ما خود ما مثلا از آب استفاده کنیم. به او اساس اطمینان خاطر دادن از این موضوع به ایران به نفع ایران است و ایرانی ها ممکن که بیشتر نسبت به افغانستان دلگرم شون و یک فضای خوب اقتصادی میان طرفین ایجاد شون. بله تشکر. اکبرسی، چگونه این تعاملات و گفتگوها میتونه به توسعه زیرساخت های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مرزی کمک بکنه؟ ببینید وقتی که فضای امید ایجاد شد، وقتی که اطمینان خاطر داده شد از لحاظ امنیتی، از لحاظ یعنی همگرایی منطقوی، اتصال منطقوی، طبیعتا یک فصل مشترک یا یک فضای امید میان طرفین ایجاد میشه و کشورها بیشتر دلگرم میشن که بیشتر روی مسائل اقتصادی کار کنن، روی وضعیت سیاسی کار کنن و حداقل یک بستر خوب اقتصادی سیاسی ایجاد شه و یک فضای امید ایجاد شه. وقتی که یک کشور از یک کشور دوم اطمینان خاطر میگیره و به اصطلاح هم از لحاظ مرزی و هم از لحاظ تجاری و ترانزیت، طبیعتا این بیشتر دلگرم میشه که روی وضعیت اقتصادی کار کنه، روی مثلا روی بنادرش بیشتر کار کنه. یعنی در کل یک فضای اعتماد میان طرفین شکل میگیره. این فضای اعتماد از گفتمان، از گفتگوها و اطمینان خاطر دادن کشورها ایجاد میشه. امیدوار هستم که کابل بیشتر از این بتونه کشورها را متقاعد بسازه تا اینکه حداقل از لحاظ اقتصادی سیاسی اینا باورمند شوند، یک فصل مشترک میان کشورها ایجاد شود و این امر سبب شود که افغانستان یعنی از لحاظ اقتصادی دوباره سرپا شود، از لحاظ اقتصادی فربه شود و ما بتانیم که با همه کشورهایی که هم مرز هستیم یا با کشورهایی که مرز مشترک داریم با اینا تجارت خود از سر بگیریم و اونا نسبت به ما از لحاظ امنیتی اطمینان داشته باشند تا خودشان بتانند به داخل کابل یعنی پروژه ناتمام خود از سر بگیرن و این امر سبب شود که یک فضای امید میان طرفین ایجاد شود. بله، حالا دیدار نماینده ویژه ایران با مقامات امارات اسلامی چی پیامی برای تقویت همبستگی منطقه‌ای میان کشورهای همسایه دارد؟ من فکر میکنم همین که سفرهای کشورها میان به کابل یا نماینده های کشورها میان به کابل مستقیم با سران امارات اسلامی دید بازدید میداشته باشند، اینمی خودش فصل مشترک نشان میده، اینمی خودش همگرایی منطقه‌ای نشان میده که کشورها نسبت به کابل باورمند شدن و اینا هم دوست دارن که سفارت خود باز کنن یا کنسولگری های خود باز کنن یا هم یعنی تجارت خود دوباره از سر بگیرن. در کل یک فصل مشترک میان افغانستان، ایران و سایر کشورهایی که میخوان با کابل تعامل مثبت داشته باشن ایجاد میشه. ولی من امیدوار هستم که تمام طور که بارهای ما رفت سامی گفت است که هیچ وقت افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور نیست. اطمینان دادن اطمینان امنیتی به کشورها از طرف کابل خود از این زمینه ساز گسترش همکاری های کشورها میشه، گسترش همکاری های همه جانبه هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی میشه و من فکر میکنم که باز در دراست مدت میتونه که باعث به رسمیت شناختن امارت اسلامی شوه و کشورها نسبت به کابل باورمندی ایجاد میکنن. به او اساس هر قدر سطح تعامل بیشتر شوه، هر قدر اطمینان خاطر داده شوه به کشورها، این میتونه که کابل با کشورها بیشتر پیوند بده و اون رفت و نگرانی هایی که کشورها نسبت به کابل دارن اون رفت نگرانی ها مرفوع میشن، در کل یک فضل مشترک میان کشورها ایجاد میشن. بله، اکبر سپ، نقش ایران را در جلب توجه کشورهای جهان و منطقه به افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ خب در اینجای شکل نیست، ایران یکی از قدرت های برتر منطقوی است، ایران یک کشوری اتمی است. هر قدر رابط ایران با افغانستان مستحکم شود، کشورهایی که با ایران همسو هستند اینا نسبت به کابل دلگرم میشن.
و هرقدر مثلا ایران بتونه از افغانستان اطمینان خاطر بده با کشورهایی که با او هم پیمان است یا همسو است، من فکر میکنم که بیشتر توجه کشورها نسبت به افغانستان جلب میشه، بلخص کشورهای خاور و همانطور کشورهایی که در غرب افغانستان موقعیت دارند با ایران نزدیک هستند، ترکیه است و همانطور هند و سایر کشورهایی که با ایران یعنی همسو هستند روابط خوب دارند. اینی هم اگر از طرف ایران یعنی این فضا از طرف ایران ایجاد شود و به اونا اطمینان خاطر داده شود، من فکر میکنم اونا نسبت به افغانستان دلگرم میشن، حداقل یک فضای باورمندی میان کشورها ایجاد میشه و تا اینکه افغانستان سرپا شود لحاظ اقتصادی و هیچ چالش و هیچ تهدید دیگر کشورها نسبت به افغانستان نداشته باشد، در کل یک فضای عادی میان کشورها شکل بگیرد. بله، چگونه ایران و افغانستان می توانند از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی مشترک برای تقویت روابط خود بهره برداری کنند؟ من فکر می کنم همین که دو طرف به این باورمندی رسیدن که نیازهای هم دیگر مشترک است، خواستهای هم دیگر مشترک است، یعنی یک فضای امید میانشان ایجاد شد و هیچ شک و تردید میان طرفین نبود، یعنی می خودش میشه که یک به اصطلاح یک بستر همسویی یا بستر همگیری میان دو طرف ایجاد میشه، این می خودش یک باورمندی را بیشتر میسازه و توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه را نسبت به افغانستان بیشتر جلب میکنه و این خودی در خصوص به رسمیت شناختن امارات اسلامی یک گام موثر و یک گام درازنده میباشه. تشکر. اکبری صاحب، به عنوان آخرین پرسش، چی برنامه های برای ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در مرزهای مشترک دو کشور در نتیجه این گفتگوها و دیدارها قابل انتظار است؟ خب من فکر میکنم هر قدر سطح تعاملات گسترده شود، هر قدر روابط دیپلماتیک میان کشورها ایجاد شود، هر قدر مسائل اختلافی و مسائل اشتراکی مثلا در چینان گذاشته شود و برای کشورها اطمینان خاطر داده شود، یک فضای دلگرمی میان افغانستان و کشورها ایجاد میشه. من فکر میکنم که اینمی خودش بستگی به یک دیپلماسی داره، بستگی به یک ظرفیت سازی داره که ما کشورها را اطمینان بدیم و اجلاس هایی که در سطح منطقه فرامنطقه برگزار میشه امارات اسلامی باید در او حضور پیدا کنه و از منافع ملیش اونجا صحبت داشته باشه و ما یک سیاست خارجی تعریف شده داشته باشیم در اجلاسی که اشتراک میکنیم. این می خودش سطح تعامل بیشتر میسازه، در کل باورمندی کشورها نسبت به تعاملشان، نسبت به مسائل مرزی، مسائل اقتصادی، اما در مشکلات امنیتی اینا سطحش بلندتر میشه و در کل من فکر میکنم که اینمی گسترش تعامل سبب میشه که دنیا آماده شده امارات اسلامی را برش نمیشه. تشکر از شما محترم عبدالجبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی که به برنامه بینش و پرسش وقت گذاشتیم. و شنونده های محترم برنامه بینش و پرسش، از شما هم جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.